عرض ادب احترام دارم به شما امیران عزیز ارجمند. 8 مارس روز جهانی زن، زنم که انتخاب کردن هموطنان ما، گوهر عشقی است به عنوان زن سال، واقعا شخصیت برجسته ای که فقط باید خود در کتاب های حماسی پیدا کرد، در آثاری مثل شاهنامه، یعنی زنان از جنس او رو. آقای رضا کیهان عزیز برنامه هدایت میکنه، از این سیمانه سپاسگزارم. چیزی هم به نوروز باقی نیست. در برنامه امروز با آقای دکتر مسعود نقره‌کار هستیم، نویسنده، رمان نویس، شخصیت صاحب نظر، یک کنشگر سرشناس سیاسی. اجازه سلام کنم با آقای دکتر نقره‌کار. دکتر خیلی خوش آمدید. بله، من هم سلام و درود دارم برای شما و همینطور بینندگان محترم برنامه‌تون. تو نقره‌کار، یه گزارشی خودم در نشریات آلمان و گزارش که از تفلیس آمده بود، یعنی زادگاه استالین. عنوان درشت گزارشی بود: استالین 70 سال پیش مرد، اما استالینیزم در روسیه زنده است. خیلی از شخصیت‌های این قرن بیستم، شخصیت‌هایی که با سرصدای بسیار بر سر کار آمدند، هنوز هم قدرت و نفوذشون رو حفظ کردن. ماو در چین کماکان مردم چین خودشون رو واقعا امروزه چین رو به او مدیون میدونن. هنوز کمیته مرکزی مدعی است که از او الهام میگیره، از اندیشه و افکار او. هنوز در کره شمالی کیم ایل سونگ، یعنی پدر بزرگ همین رهبر امروزی، رهبر رسمی است. از او با ما رهبر رسمی یاد میکنم. دالائی لاما هنوز محبوب میلیون ها تبتی ها میلیون ها چینی و همچنان در دنیا شهرت بسیار. گاندی کماکان زنده است، کماکان مورد پرستشی بسیاری از هندی ها و مردمان آسیا. تنها شخصیتی که خیلی زود، شخصی بوت مقوایی که زود مچاله شد، او رو به زباله‌دان تاریخ مرتب کردن، خمینی. هیچ از منزه خمینی امروز در دنیا منفور نیست. منفوردیم به جنوب فرانسه، به جنوب در نیس، به منزل یه خانواده ای که اهل نباتیه لبنان بود. من بودم دکتر حسام نوذری و میگفت چقدر مردم لبنان از خمینی بیزارن. همین وضعیت رو مثلا خمینی در عراق داره. آقای خداداد رفته بود عراق، خونش رو پس بگیره در کربلا، و اونجا متوجه شده بود که خانش رو جمهوری اسلامی ملاخور کرده در عراق. و میگفت در نزد خانواده های شیعی بوده در اونجا. میگفت واقعا مردم متنفرن از خمینی و همینطور داردسته او که امروز در ایران حکومت میکنن. بفرمایید. بله، ببینید، در مورد خمینی، حالا نام بردید از شخصیت های مثبت و منفی چند نامی رو، ولی در مورد خمینی، آنچه که خمینی با رفتار خودش، البته ناشی از افکارش، بر سر جامعه ما آورد، البته قبل از اینکه انقلاب هم بشه، تفکر این آدم در جامعه ما، حالا در قالب اون فدایان اسلام یا برخی از جریان‌های دیگه، خودشو نشون داده بود که چه ویژگی‌هایی داره، حتی در خرداد 42 تا حدودی. ولی به هر حال با انقلاب بهمن نشون داده شد که واقعا این شخصیت، البته اون افکار و تفکری که چنین شخصیتی داشته و رفتارش، چه لطماتی به جامعه ما زده. خب واقعیتش پی این آدم به تن همه ماها خورده، و چه نسل من چه نسل‌های جوان‌تر. یعنی جنایت‌هایی که این آدم کرده در جامعه ما، برخیش خارج از تصور انسانه. متأ ویژگی هم که خمینی داشت، همونطور که اشاره کردید، حالا برخی از دیکتاتورها و جانیان بر سر قدرت فقط تو منطقه خودشون و یا تو جامعه خودشون مرتکب جنایت شدن. خمینی این
جنایت پیشگی رو ببینید در منطقه اونطور که اشاره کردید و شاید در سطح جهان گسترش داد. و خب به همین خاطر هست که الان نفرتی که از فکر خمینی و رفتار خمینی هست شاید یکی از در واقع نفرت هایی است که ما کمتر در تاریخ شاهد بودیم، یا در واقع اون تأثیر منفی که این شخصیت گذاشته. برای جامعه ما همونطوری که عرض کردم، نه در انقلاب و بعد از انقلاب، حتی قبل از انقلاب هم متاسفانه به خاطر شرایطی که بود آگاه نشد بر این واقعیت که این آدم و اطرافیانش و یا فکر این آدم چگونه میتونه یک جامعه رو به این روز بیاندازه. خب بعد از انقلاب به هر حال ایشون در قدرت ما دیدیم چه کرد. دستاوردها و پیامدهاش هم الان داریم میبینیم. یعنی کسانی که رهرو به راه او هستند مثل خود خامنه ای و اطرافیانش، ببینید چگونه رفتاری با مردم جامعه ما، با مردم خودشون که مدعیان البته مردم خودشون هستند دارن. بنابراین من فکر میکنم این ویژگی که اشاره کردید شاید کمتر دیکتاتور یا مستبد یا جنایتکاری در اون موقعیت در سطح جهان داشته که خمینی داشته و پیروانش الان در واقع دارن به اشکال گوناگون. همینطوره. ببین مثلا رضا شاه امروز به مراتب بیشتر زمانی که زنده بوده محبوب مردمه. تصورم نمی کنم در زمانی که خودش قدرت داشته این همه به اصطلاح محبوب مردمانه مملکت خودش باشه. امروز سایه‌اش همه جا احساس میشه، یعنی اوست که داره بر قلب مردم حکومت میکنه تا جمهوری اسلامی که مورد نفرت مردمه. اینا واقعا درس های بزرگ تاریخه. یا شخصیت های دیگری هم داریم، حتی جنایتکاران میگن مثل استالین یا لنین، که امروز در میان بسیاری از حالا بسیاری از هواداران خودش کماکان یک نیروی جاذب شناخته میشه، وجود در آسیا و در بین گروه های چپ هنوز هم سایش هست، هم وجود داره. فقط این خمینی است که به این سرعت آب شد و به زمین فرو رفت، کسی که با اون هیبت وارد صحنه سیاست شد، وارد صحنه تاریخ شد. حتی برخی شخصیت های آمریکایی از اون عنوان تکرار گاندی یاد میکرد، یا آقای داریوش شایگان خودمون در ایران فیلسوف که واقعا باور داشت که گاندی داره ظاهر میشه. ببین به چه روز و روزگاری افتاده. و این رهبران امروز هم که کماکان تو همون تاریخخانه که اون ساخت دارن به سر میبرن و با دنیای روشنایی اصلا میانه اینا هیچ ارتباطی ندارن. بفرمایید. بله همینطوره. من واقعا نکته‌ای که اشاره میکنید رو واقعا نمیشه چیزی بهش اضافه کرد. برای که واقعیت وجودی این آدم نشون داد، یعنی تجربه شد که ما با چه موجود نابهنگامی مواجه بوده جامعه ما. وقتی آدم فکرشو میکنه یه موجودی که اون عقب ماندگی فکری اندیشگی رو داشته که میدونیم و اون رفتاری که در واقع در جامعه ما جاری کرد. و خب ما الان سالیانی است داریم میبینیم، چه موقعی که زنده بود چه بعدش، که در حوزه‌های مختلف، اولا در حوزه سرکوبگری و کشتن مخالفان خودش یا دگراندیشان یا به قول خودشون حتی غیر خودی ها، خب ما ببینید چه فجایعی رو به وجود آورد. در ظرف رهبری که در ظرف کمتر از دو ماه میتونه حدود 5000 تن از مخالفان سیاسی خودش رو فتوا بده که قتل عام بکنن. من فکر کنم از این نمونه ها ما کم داریم در تاریخ. و جدا از این حوزه ببینید در حوزه اقتصاد، در حوزه فرهنگ، در حوزه اخلاق چه کرد با جامعه ما، در واقع افکارش و خودش و همراهانش، و امروز هم داره ادامه پیدا میکنه. آقای بیا به حالا به وضع خودمون نگاهی بکنیم، به اطرافیان خود. تا اینجا نیروهای اپوزیسیون بیشتر کارهای نمایشی انجام دادن که بسیار هم
هم جاذب بوده هم لازم بوده برای جلب توجه جهانیان چی در ایران داره میگذره. من ببینم که از این به بعد واقعا باید چه کرد. شما بالاخره از دنیای مجازی باید بیرون بیرون چون اغلب فعالیت های ما در دنیای مجازی بوده یا کارهایی که به هر حال جنبه معرفی جنبش رو داشته. حالا جنبش معرفی شده به دنیا و ما تصور میکنید که چه مسیر رو باید طی بکنیم برسیم به یک نتیجه مطلوب. در به نظرم در این زمینه خیلی هم وقت از دست دادیم دیگه، زمان رو دست کم از دست ندیم چون ممکنه تناسب فعالیت با اون چی که در درون ایران میگذره به هم بریسه. بفرمایید. ببینید یه بخشی که به داخل کشور مربوط میشه و واقعیتش ما داریم میبینیم تلاشهایی که در داخل میشه، تلاشهای خب ستایش برانگیزی است، تلاشهایی است که میتونه در واقع نتیجه بده. ببینید نسل جوان در داخل ایران با توجه به سرکوبی که حکومت اسلامی روا داشته و رفتاری که حکومت اسلامی داشته و مشکلاتی که خود جامعه ما داره، ولی نسل جوان کف خیابون و در عرصه‌های مختلف در حال مبارزه است و همینطور گروه‌های اجتماعی مختلف ضعف‌هایی هم در داخل کشور خودشون متوجه هستند عزیزان و دارن تلاش میکنن با توجه به اون شرایط این ضعف ها برطرف بشه. البته در داخل کشور میدونیم که به هر حال بخش بزرگی از مردم واقعیتش از این حرکتی که ما شاهدش هستیم طی این مدت حمایت نکردن. خب دلایل خودشو داره با توجه به شرایط ایران و ما امیدواریم این وضع تغییر بکنه. میخوام بگم بررسی این نکته که شما اشاره کردید یک عرصش برمیگرده به داخل کشور، یک عرصش برمیگرده به خارج کشور. در خارج کشور واقعیتش این هستش که اون کوتاهی و تعللی که شما بهش اشاره میکنید رو اپوزیسیون مرتکب شده در واقع و مخالفان حکومت اسلامی در خارج کشور، برای اینکه ما الان تو این 40 سال شاهد هستیم احزاب، سازمان‌ها، گروه‌ها، شخصیت‌ها غالباً هم می‌دونستن که این حکومت اسلامی رو فقط یک حزب، یک شخصیت، یک سازمان نمی‌تونه برداره، بلکه همکاری، همگرایی، هماهنگ کردن خود، داشتن یک پلتفرم مشترک، حول خواستای مشترک هست که میتونه این حکومت کمک کنه البته به نیروهای داخل کشور در کنار اینا این مانع اصلی دست یافتن به یک ایران آباد، آزاد و مرفه یعنی حکومت اسلامی را سر را برداره. ولی چنین اتفاقی نیفتاد. ما تا همین قبل از جنبش انقلابی زن زندگی آزادی شاهد پراکندگی در بین نیروها، درگیری های بسیار شاید در سطح پایین در میان سازمان ها و احزاب و حتی شخصیت ها و چهره های سیاسی و فرهنگی بودیم. خب طبیعی است که نه تنها نتیجه نمیده بلکه به قول دوستان ما در داخل اون حالت و برخی از ضعف هایی که الان در خارج کشور هست حتی نیروهای داخل کشور رو نومید میکنه، دل سرد میکنه از ادامه مبارزه. من میتونم در واقع شاید حالا خوشبینانه است بگم طی این 6 ماه گذشته ما در اپوزیسیون خارج کشور شاهد تحولات و تغییراتی بودیم، چه در حوزه احزاب، سازمان‌ها و جریان‌های مختلف و چه شخصیت‌ها و چهره‌های مختلف. من قبلا هم اشاره کردم در واقع 2-3 حرکت در خارج کشور شده که امید آفرین بوده هم برای عزیزان در داخل کشور هم برای ما و هم اینکه چشماندازی رو تا حدودی چشمانداز خوبی رو در برابر ما قرار میده. یکی نزدیک شدن برخی از احزاب و سازمان‌ها و شوراها به هم دیگه است حول یک سری خواستای دموکراتیک و مشترک. من اشاره کردم مثل پیمان هم شمایون بودن
و پاره ای از جریان های دیگه که حمایت کردن از این مجموعه شکل گرفته. سوی دیگه شخصیت ها و چهره هایی که به همون مجموعه جورجتاون شهرت پیدا کردن و جریان های دیگه. یعنی حرکت هایی داره میشه که نشان از همصدایی و نزدیکی است. ولی کون پیش میره. نیاز داره که این شتاب بیشتری داشته باشه و در این حال هم حمایت بشه از طرف ایرانیانی که در خارج از کشور هستن. بنابراین من هنوزم این رو باور دارم، نکته که شما گفتید کوتاهی شده، باید سعیشه که شتاب بیشتری داده بشه به این همگرایی ها و نزدیکی ها در خارج کشور. قطعاً یکی از ضعف‌های خارج کشور عدم پیوند ارگانیکش با مبارزات داخل کشور. اگر این هم بتونه تقویت بشه و نیروی در خارج کشور شکل بگیره و این پیوند رو تقویت بکنه و این رابطه رو، به نظر من میتونه تأثیر به سزایی بگذاره. به هر حال من خیلی خلاصه بگم خدمتتون، واقعیتش ما حرف زیاد زدیم، شما هم جوری که گفتید نمایشی، من اینجور برداشت میکنم که نگاه بکنید الان رسانه های ما که البته الان هم متاسفانه برخی هاشون هم با هم درگیرن، شما نگاه کنید رسانه های ما یا محافل مختلف واقعا فقط میشه گفت تریبونایی بوده برای اینکه خیلی از ماها فقط اومدیم حرف زدیم. و من فکر میکنم زمان حرف زدن همیشه خوبه حرف زده بشه، ولی الان در واقع تا حدودی گذشته. بیشتر باید عمل کرد، بیشتر باید کار کرد، هم در خارج هم در داخل. و این کار معناش همونجور که عرض کردم تلاش برای نزدیک شدن و همکاری و همگرایی است با برنامه. تشکر. آقای ما خاطره خوشی از احزابی که خودشون محدود کردن در یه منطقه جغرافیایی یا خودشون محدود کردن به یک قوم و قبیله، من خاطره تلخی داریم از اینها، نه فقط در ایران، در تمام دنیا. خب در ایران حزب خلق مسلمان بوده، میدونیم چه فرجامی پیدا کرد، سرنوشتی پیدا کرد. حزب برادران بوده، حزب ضد کمونیست که مذهبیون اداره میکردن در جنوب ایران بوده، احزاب مختلف. مثلا در آلمان هم احزابی داریم که منطقی هستن، ولی عملا در سرنوشت کل کشور مشارکت دارن و ائتلاف کردن بارها و بارها به دولت مرکزی. یعنی عملا یک دید سراسری دارن. در ایالات متحده آمریکا 50 ایالت داریم، ولی دو حزب در سراسر آمریکا سعی میکنن از دید خودشون منافع این مملکت رو نمایندگی بکنن. ببینید ما الان دو تا حزب داریم در کردستان، هر دو امروز نگاه سراسری به ایران دارن، یعنی معتقدن که باید در سراسر ایران دموکراسی برقرار بشه و یک نظام دموکراتیک که بتونه در واقع منافع کل منطقه رو به یکسان پیش ببر. خب وقتی احزابی امروز دید ملی پیدا کردن، چرا دیگه توی این چهار دیواری موندن؟ چرا تبدیل نمیشن به یک حزب ملی که منم که خارج از کردستان هم زندگی میکنم، اگر با مانیفست اونها، برنامه سیاسی اونها، ایدئولوژی آرمان اونها موافقتی داشتم، بتونم در عضویت اونها باشم، اونها کمکی بکنم یک کاری از دستم بر بیاد. من فکر میکنم زمان اون رفرا رسیده. حالا این احزاب منطقه‌ای یا احزابی که به هر حال مبتنی هست با منافع قومی تبدیل بشن به احزاب سراسری، عملا به احزاب ملی، در هیئت احزاب ملی ظاهر بشن. میخوام نظر شما رو جویا بشم، چون فکر میکنم یه دشواری و مشکل و مانعی که وجود داره همینه. وقتی شما یه تفکر سراسری دارید، پس چرا خودتون حبس میکنید در یه منطقه‌ای؟ بفرمایید. ببینید به نظر من خب باید قبول بکنیم این تنوعی که در جامعه ما وجود داره، البته تو بسیاری از جوامع هست، یه جامعه رنگی کمانیه و این رو ما باید بپذیریم.
و من فکر کنم الان دیگه تا حدود زیادی پذیرفته شده. آنچه که تحت عنوان احزاب و یا جریان‌های قومی یا اتنیکی یا حتی برخی ملیتی می‌خوانند الان وجود داره، در حد اطلاع من، اگرچه به هر حال همین بحث یکی از چالش‌های بزرگی درون اپوزیسیون بوده، همین بحثی که الان بهش اشاره کردید، ولی در حد اطلاعات من، البته فقط در کردستان نیست، همونطور که میدونید در خوزستان چنین جریان‌هایی هست، در بلوچستان به ویژه و همینطور در منطقه آذربایجان، ترکمن، صحرا، ما این تنوع و این رنگین کمانی رو در سرتاسر ایران شاهد هستیم. تا حد اطلاع من واقعیتش همه این احزاب و جریان‌ها، نه فقط تو منطقه کردستان که من تا حدودی باهاشون شناخت دارم، الان در واقع تمام تلاششون این هست اولا به مسئله دموکراسی به طور کلی پایبند هستند، در هم در درون خودشون در منطقه و در کل ایران، و در عین حال هم به همون آنچه که به عنوان تمامیت ارضی و یک پارچگی ملی مطرح میشه هم وفادار هستن. اون چیزی رو که مطرح میکنن، خب یک سری حقوق در حوزه‌های سیاست، فرهنگ، در حوزه‌های مختلف حقوقی است که برای منطقه خودشون، چه در حوزه زبانی، در منطقه خودشون خواستار اون هستن، و این هیچ مغایرتی در واقع با آنچه که اشاره کردید یا به طور کلی تحت عنوان تمامیت ارضی و یک پارچگی ملی مطرح میشه نداره. یعنی اکثر این جریان‌ها شما ببینید امروز میپذیرن که ایران با یک نظام دموکراتیک غیر متمرکز داشته باشه، ضمن اینکه خب البته اون حکومت مرکزی هم به هر حال یک آنچه که به هر حال در مرکز هستم در یک حوزه‌هایی فی الواقع، حالا مثل حوزه حفاظت از خاک میهن، ارتش، حوزه‌های اقتصادی و حوزه‌های دیگه در واقع در اختیار اون حکومت مرکزی هست، یا حالا حکومت مرکزی شاید واژه درستی نباشه من به کار میبرم، ولی بیشتر تأکید رو این هست و هیچ مغایرتی هم اینها با هم نداره. یعنی مسئله تمامیت ارضی با مسئله یک نظام دموکراتیک غیر متمرکز که این میتونه پاسخگو باشه در آینده برای حل این مشکلی که در جامعه ما وجود داشته و الان هم به نوعی هست. من با شناختی که از این احزاب و جریان ها دارم، واقعیتش گام های بسیار مثبت و حسن نیت میبینم در رابطه با این که این بحثایی که بعضی ها میکنن که اینا تجزیه طلبن، اینا میخوان، اینا واقعی نیست، اینا یک نوع هراس آفرینی است نسبت به این نوع تشکل‌ها و این نوع احزاب که باید ازش دوری کرد و تلاش کرد اون چیزی که میگید. امروز شما نگاه بکنید در همین جورج‌تاون، فرض کنید دبیر کل حزب کومله آقای مهتدی در کنار رضا پهلوی، در کنار بسیاری از این عزیزان دارن تلاش میکنن که به اون خواستهای دموکراتیکی که به دنبالش هستیم برسن. و یا خود ما تو حوزه احزاب و جریان ها میبینیم که چقدر حسن نیت و چقدر در واقع تلاش هست برای اینکه این جریان ها بتوانن با هم همکاری کنن، نزدیک شن در چارچوب همون در واقع یک حاکمیت یک پارچه و ملی. تشکر میکنم آقای رتولون. باید این گفتگو رو به نظرم دنبال بکنیم، همونطور که شما فرمودید. و من حالا باورم اینه که وقتی حزبی تصمیم میگیره که در یک تلاش تاریخی برای کل مملکت ایران وارد عمل بشه و واقعا میبینیم که رهبرانش ظاهر میشن در برابر بقیه نیروها، دیگه سوای جدایی نیست. وقتی قرار مملکت بر پایه دموکراسی هدایت بشه و عدالت به یکسان توزیع بشه در همه مناطق، دیگه من تصور میکنم که این مرزبندی ها عملا حکم مانع بی خودی رو داشته باشه، این مانع باید به نظر من زودتر برداشته بشه، همه مردم ایران بتونن تعلق خاطر داشته باشن نسبت احزابی که
عملا وارد صحنه شدن برای اینکه حق همه ملت رو یک جا به اصطلاح به دست بیارن با کمک و مبارزه و پیکار خودشون. تشکر میکنم آقای دکتر، یادتون باشه بحث ادامه بدیم. چوالمه ممنونم.